خانم غفار، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. چرا خواست مظاهره کنندگان برآورده نشد؟ آیا خواست های اینها بیش از حد بود؟ اول درود به روح تمام شهدای فاجعه زابل و یک تسلیت از قلب پر از درد و قلب سوزان به تمام خانواده های شهدای حادثه زابل و تمام مردم افغانستان و مادرای افغانستان که هر روز در ماتم خون عزیزای خود میشینن. ببینین امروز تظاهرات وسیع مردمی یک بار دیگه ایره ثابت ساخت که مردم افغانستان دیگه سکوت اختیار نمی کنند در برابر ظلم، استبداد و ستم و استعمار. مردم افغانستان امروز آگاه شدند و با این حرکت خود، البته بعد از حرکات اعتراضی یا دادخواهی به خاطر قتل فرخنده که داشت، امروز مردم باز هم روی سرکار ریختند و از شگوفگک ما و هفت جگرگوشی دیگی ما که بسیار به شکل فجیش توسط ای آدم کشای طالب مزدورای سیایی و آیسایی و ای دولت فیلی که در رس قرار داره که دقیقت متهم هستن به این حادثه، اینا روی سرکار ریختن. مردم ما حق دارن که صدای اعتراض خود بلند کنن، چون هر روز وحشت و بربریت زیادتر شده میره. حالا مردم حق دارد، قانون هم برشان اجازه میدهد که باید مظاهره کنند، صدای خود بلند کنند. همین صدا و همین حق تا چه اندازه از طرف دولت مردان شنیده شد؟ ببینین، خوب است اشاره کنم به این که بیشتر از یک سال پیش که دولت وحشت ملی به سرکردگی امریکا به سر گردای مردم ما نصب شد، پیش بینی هایی که ما کرده بودیم همگیش ثابت شد که مردم افغانستان به طور روزافزون در بربریت و جهالت و خلاصه بدبختی های عذبناک گرفتار میشه. از یک طرف فقر و بیکاری و فساد و زورمداری، از طرف دیگه انتحار و انفجار و کشتار و قتل عام و سنگسار و تیرباران و سوختاندن زناد مظهر عام، زندگی را به مردم ما جهنم سوزان ساخته. حالا مسئول مردم کیست؟ ما را هر... بله؟ مسئول کیست؟ مسئول در اینجا سیاست های استعمارگرانی امریکا و دولت پوشالیش. اگر ببینین داعش، طالب، دولت وحشت ملی و تمام سرجنایتکارهایی که فیلن در دولت حضور دارن، اینا همگیشان از یک دسترخانه آنمو بادارشان که امریکاست آب میخورن. بنان همگیش مسئول است. در قدم اول استعمارگر امریکا و دولت پوشالیش و تمام جنایتکارهای دیگه. امروز اگر این حادثه را طالب میکنه، به نام طالب و داعش دیگه و دیگه ختم میکنه، دولت وحشت ملی هم کمتر از اون نکرده سر مردم افغانستان. هر روز فاجعه میآفرینه، اما سکوت مرگبار اختیار میکنه در هر حادثه، در هر زمینه. چرا؟ چون هیچ اصلا توقعی نمیتونیم داشته باشیم، هیچ انتظاری از این دولت نمیتونیم داشته باشیم. ببینین انوز پس هرگاه انتظار نمیرود، چه نیاز که در مقابل این حکومت باید مظاهره کرد. خب در وضعیت فعلی مردم ما باید این جنبش های سراسری رو برا بندازه، مردم ما باید متحد شوه و بسیج شوه و این حرکات اعتراضی که در سرک ها میخیزن خود نشان میتن که مردم ما فقط و یگانه راه همیست که باید در خیابان ها بریزن، متحد شوند، منسجم شوند و صدای عدالت خواهی رو بلند کنند. این رو بسیار خوب میفهمیدن مردمی که امروز اعتراض کردند. جمع از اعضای حزب همبستگی به شمول خود ما وقتی که رفتیم شرکت کردیم، دیدیم همگی که مردم خوشبختانه امروز از گوشه و کنار کابل، حتی از ولایات همجوار گرد آمده بودند، از اقوام مختلف در اینجا جمع شده بودند و صدای دادخواهی رو بلند کردن. میفهمیدن که گوش شنوا ندارند، کسی به دادشان نمیرسه، اما مردم ایره فرض دانستن که باید صدای عدالت خواهی رو بلند کنن، چون این صدا به مردم دیگی هستن که سبا شاید فاجعه او طرف بیاین، به مردم آزادی خواه دنیا است که باید بشنوه در افغانستان چی میگذره. ببینید یک چیز دیگه ایرم که بگویم، امروز چرا مردم افغانستان به حد عمود تنفر و انزجارشان نسبت به این دولت وحشت ملی، نسبت به این حکومت پوسیده و فاسد زیاد شده؟ چون هنوز خون فرخنده و رخشانه نخشکیده بود، هنوز مردم ما قتل 14 هموطن ازاری خود دغور فراموش نکرده بود، هنوز تیرباران شدن و سربریدن ابده جوان رشید هزاری ما دایکندی فراموش نشده بود، هنوز هموطنای ما که در فاریاب سر بریده شد، هنوز پلیس ما که بدخشان سر بریده شد، هنوز ده ها هموطن دیگی ما و سربازای ما که در هلمند و غور و فرا و پکتیا و پکتیکا کشته شدن، قتل عام شدن، سر بریده شدن، فراموش نشد که این حادثه صورت گرفت. بنابراین این مردم باید بعد از این به این اعتراضات خود ادامه بده تا وقتی که بتانن دقیقت حکومت به دست خود بگیرن، حکومت مردمی رو بسازن که باز رفاه و آسایش برشان بیاد. بین مردم افغانستان اگه بگویم
به یک فکاهی تبدیل شده که هر حادثه که صورت میگیره، هر جنایت و خیانتی که به این مردم افغانستان صورت میگیره، مقامات که میتونه بگه نامقامات بسیار خوب بلد است که بیا تسلیت بگوین، کمیته بسازن، هیئت روان کنن و کمیسیون بسازن. این کارهای فقط ده حرف گفتن و این رقم عمل کردن به بازی با سرنوشت مردم است و خاک به چشم مردم پاشیدن است که بتانند در آنمو ارگ بشینند. امروز ببینین با این تظاهرات وسیع مردمی که شامل تمامی اقوام افغانستان بود، اگر واقعا یک رئیس جمهور می داشتیم مردمی که با مردم فکر کنم، مزدور نمی بود، جنایت خفته نمی بود، خلاصه وجدان خفته نمی داشت، اتمن می آمد و استعفا می داد. اگر ما یکی از این مقامات واقعا حس مردمی می داشت، اینا آرام و خاموش در ارگ و در جای در خانه‌های گرم خود نمی شیشت. حالا همه یه مقامات دولت افغانستانی بله، مشخصات بله، دارن؟ مشخصا مقامات نااعلی رتبی که شیشتن همگیشان دخیل از در جنایت با خاموشی و دست دارن در جنایت. در غیر از استعفا می داد. ما تاریخ تمام کشورهای دیگه داریم که مردم دقیقت عموم به اسلام مقاماتشان اگر بگوییم که مردمی بودن، به مردم خود فکر کردن، با کشته شدن فقط دو نفر میرن استعفا میتن، با سوختاندن فقط یک نفر میرن استعفا میتن. اما از ما هر روز فجایع پشت فجایع و اینا چوکی خود ما کم گرفته و اینا سر کرسی ها دعوا دارن و اینا اونو سر دلار و خلاصه سر پول و مقام اینا دعوا دارن. ببینین رئیس جمهور میگه که مردم ما نباید احساساتی شون، مردم ما نباید، این فقط چیز که میخواد جلوی اعتراضات مردم بگیرن و از طرف دیگه با بسیار معذرت چون تنبانشان سرشان بالا شده به او خاطر میترسن، از این میترسن که اگه این اعتراضات ادامه پیدا کنن دیگه سر از چوکی ها نمیتونیم بشینیم، باید احساساتی شویم. هفت نفر ما گلو بریده میشه، قتل عام میشه، سنگسار میشه، چطور احساساتی نشیم؟ او کدام انسان با وجدان و وطن دوست باشه که احساساتی نشه؟ فقط او کسای احساساتی نمیشه که اصلا به این مردم فکر نمیکنن و فقط به دلار و کرسی و نوکری خود فکر میکنن که چطور شوه. پیشتر آقای لعلام میگن که ما نباید به شیوه عمل کنیم یا مظاهره چیز نویز به مردم. من میگم با این حرفای خود ما فقط میخواهیم جلو خشم مردم بگیریم، مردمی که تظاهرات کردن، مردمی که واقعا صدای خود بلند که اونا صلح میخواستن، عدالت میخواستن، امنیت میخواستن. و ببینین مردم عادی که اونجا جار میزدن، حتی از چینل خودتان صدای مردمی که بالا شده، چینل های دیگه در شبکه های اجتماعی تا، ولی کسای باز هم تیکدارای قوم و دین با امام فریبی که در همیشه کرده، مثلا در انتخابات از امام فریبی استفاده کرده، از این مسائل قومی استفاده کرده که رای همین مردم را گرفتن، باز با می عوام فریبی خلاصه اینا تعداد را میبرن داخل ارگ میبرن. ولی مردم ما نباید دیگه بازی ای عوام فریبی رو بخوره. ولی مردم عامه که به شانه داشتن او تابوتای و او اجساد دقیقت شهید خدا، اونا فقط صلح و عدالت میخواستن. حالا کیها رفتن به ریاست جمهوری؟ این درست است که تعداد شاید چند نفر از اعتراض کننده رو با خود برده باشه بیس نمایندگان. گفتم باز هم دست کسانی دی بود که فقط بیس تیکدارای قوم اینا را ترغیب میکردن، اینا به شکل خلاصه اینا را چی میگن با عوام فریبی بازی میدادن که بیا بریم که گپایتان بشنوه. من میگم امین مردم هزاره که به این محقق و سرور دانش و دیگیش رای دادن، به یا شرم و ننگ است که اینا استعفا ندادن. اینا چطور در مقابل مردم هزاره دیگه استاد میشن و خود رهبر میدانن و از حقشان دفاع میکنن؟ من میگم امروز مردم هزاره ما باید به این نتیجه رسیده باشه که این درد را که اینا امروز میکشن، این درد هرگز محقق و سروردانش و ده ها تای دیگی که از رای زیاد استفاده کردن، از این مسائل قومی نادامن زده، اینا دیگه نمیتونن که خلاصه به درد از اونا فقط باز هم بانمو دلار و مقام و دگودگی خود فکر میکنن. امروز همون رهبرها را که شما در قنیات کردین در مظاهره اشتراک کرده بودن؟ نه خیر، مردم اینا را نمیمانند که شرکت کنند. مردم هی کسا را دیدیم که شروع ای تیکدارای بسیار چیز خوبه که شد عین حادثی اعتراضات در برابر قتل فرخنده که ملا ایاز نیازی و ده ها تای دیگر نماندن، امروز ای تیکدارای قوم هم نماندن که شرکت کنن. نماندن یا خود شرکت نکردن؟ مردم هم اگه اینا می آمدن، مردم اینا را نمیماند و اینا میفهمید که اگر ما بیایم تیرباران میشیم توسط مردم، سنگباران میشیم. چرا؟ به خاطر از اینکه اینا فقط جنایت و خیانت ده حق مردم ازاری ما کردن با گرفتن رایشان. این برداشت شما از کسایی که در این تظاهرات شرکت کرده بودن، قریب به اتفاق از اینا بر تقویت نظام اینا دلشان واقعا میسوزه.
برای تقویت برای حفظ اینوی دستاوردهای نسبی اینا دلشان میسازن. وقتی که مردم سعی کن گوش بگیرن، شما استنباط همه مردم شعار میدادن، شما برین از این شبکه آریانا ببینید، از تمام شبکه های صوتی و تصویری نوشتاری دیگه افغانستان، حتی شبکه های اجتماعی ببینید که صداهای مردم که هر کس توسط موبایل ثبت کرده یا توسط کمره ها یا هر چیزی که دست داشتن ثبت کردن، مردم عام ده اونجا چی شعار میدن؟ میگن هم از یا استعفا بدن، هم از یا نوکر هستن، هم از یا مزدور هستن، به ما فکر نمیکنن. بودن این شعار یا نه؟ پس که بودن فقط دیگه سم نبریم اعتراض بخاطر مردم ما که امروز همگی دای سردی دای باران دای وضعیت بالاخره که باز پلیس هم سرشان فایل میکنه گرد هم اومدن ما رو متهم میکنن به ما ننگ ما رو دقیقت این ننگ تاریخ میشه که ما رو به دیگه سمت ببره. ما با شما کاملا موافق هستم. در کشورهایی که واقعا دموکراتیک عمل میکنن، اگر شما رئیس جمهور کره جنوبی را 13 سال قبل اگر بررسی داشته باشین، فقط بعد از اینکه به 6 ماه زندان محکوم میشه، وقتی که میان پرونده ازی را بررسی میکنن، رئیس جمهور نه قتل کرده بود، نه سر کسی را بریده بود، نه جنایت کرده بود. رئیس جمهور کره جنوبی در موضوعات انتخاباتی، در قبل از موضوعات انتخاباتی، تلویحا از رسانه ملی به اصطلاح متهم به این بود که تلویحا دعوت کرده بود از مردم که برایش رأی بده، این جنایت محسوب میشه. اما در کشور ما با توجه به این وضعیت ناامنی، بدامنی، با توجه به این وضعیتی که جوانای ما ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر در دل دریا غرق میشه، امروز ما در اقبال تمام این مسائل پاسخ ندیم. من با شما موافق هستم، با تمام دوستان موافق هستم. پس راه حل چیست؟ اینی دادخواهی است. راه حل است که امی جنایاتی که صورت میگیره، امی خیانت هایی که به حق این مردم افغانستان صورت میگیره، باید از همه بهتر محاکمه امو کسایی که در این دست شرکت هستن. اگر نیست یک لحظه گوش بگیرید، زمانی که مردم شاشه‌ای سرسرک میریزن، میخ عدالت میخوان، پلیس فایر میکنن. امروز در مظاهره به خاطر که خشم مردم خاموش بسازن، به خاطر که جلو اعتراضات مردم بگیرن فایر میکنن، ولی این پلیس بیچاره ما، این سرباز بیچاره ما که تفنگ در اونجا به دوش به سر شانه داره، او دقیقت صلاحیت زیر نداره که فایر کن تاز مقامات بالا برش امر نیاین، به خاطر که بسیاری حوادث نشان داده که پلیس منتظر امر است و امروز هم حتما امر شده بود از اون مقامات که خاموش بسازن صدا را. بیایید با هم متحد شویم، یک مش شویم، هم صدا شویم، و فقط با همبستگی و اتحاد سراسری مردم افغانستان است که ما میتونیم یک لگت محکم به پوزی تمام این مزدورا و جنایتکارا بکوبیم و یک دولت مردمی که بر مبنای دموکراسی باشه و به تمام اقوام افغانستان و مردم افغانستان فکر کنه و رفاه و آسایش و امنیت سراسری به ما بیاره ایجاد کنیم. و این فقط به این صورت میتونیم که ما انمی جنبش که شروع شده به این بپیوندیم و این سراسری بسازیم و دقیقت اعتراضات خود تا وقتی که بتونیم به او جامعه دلخواه ما که یک دولت مردمی است عمل دقیقت جامعه عمل بپوشانیم. ادامه بدیم.